همراه میشیم با مهمانان این بخش، دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی از شهر مقدس کربلا و سید سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار از فرانسه. با عرض سلام خدمت دو بزرگوار. آقای خاقانی، در ابتدا با شما شروع میکنم. نقش کشورهای اسلامی و عربی در جنگ حماس و اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا اتحادیه عرب و یا کنفرانس اسلامی میتواند راهی برای پایان این جنگ بیابد؟ السلام علیکم. به نظر بنده این کنفرانس ها زیر نظر حکومت آمریکا و با موافقت حکومت اسرائیل تشکیل شده. این گونه کنفرانس هایی که ما میبینیم باید آمریکا موافق باشه که آرایی که در این کنفرانس ها داده بشه مورد نظر ایشون باشه. از این نظر میبینیم که کشورهای از همان شرق اسلام تا غرب اسلام هم شدن و فرانس کوتاهی حدیاز بدون هیچ چیزی رأیشون رو گفتن و بعد در رو رفتن. من در روز هفته نوامبر مناسبت گذشت یک ماه از جنگ یک کنفرانسی در یک انجمنی اینکه انستیتو دیدم که نفر از بزرگان اسرائیل و آمریکا در آن شرکت کرده بودند. واقعا چیزهایی که اونا آقای بتیز مسئول سازمان امنیت اسرائیل هست در آن شرکت کرد و گفت که غرض جنگ شکستن کمر حماس و جواب آقای دینیسروس سابق ایالات متحده در منطقه خاورمیانه هم خیلی جالب و خواندنیه و نشون داد که این گونه جلسات به جز این که اطمینان خاطر به اسرائیل بده هیچ کار دیگری، هیچ ارزیابی دیگری هم ندارد. ارزیابی تنها این کار که اسرائیل کارتو ادامه بده، ما همگی فقط صدا هستیم، زبان هستیم و هیچ کاری انجام نخواهیم داد. چه صدای ما نتیجهش این باشه که اسرائیل را بایکوت کنیم یا صدای ما این باشه که ما با اسرائیل خوب باشیم. همگی در این وسط از بین تندرو تا دوست اسرائیل و تطبیعیگر همگی منتظر نتیجه شکستن کمر حماس هستیم. آقای دینوسروس اینجا در این انجمنی که انستیتوی واشنگتن درست کرده بود میگفت اسرائیل باید این گمان شکستن کمر حماس را از سر خود بردارد، چون حماس یک گروه تشکیلاتی است که تشکیلات سری او احتیاج فقط به افراد تمرین کرده دارند و تمرین زیر زمین موجود هست و هیچ وقت نتیجه نخواهد گرفت. بله. جناب آقای میردامادی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران پیشنهاد تحریم اسرائیل و تروریستی شناختن ارتش اسرائیل را داده است. چقدر این پیشنهاد عملی است؟ با سلام خدمت جناب علی، جناب آقای دکتر خاقانی و بینندگان اخبار شیعه شبکه امام حسین. فارغ از اینکه نظام ایران از این پیشنهاد چه نیتی داشته باشه و چه سیاستی رو دنبال بکنه، خب این پیشنهاد میتونه مدنی ترین و صلح‌آمیز ترین مدل مخالفت با جنایاتی باشه که اسرائیل داره در غزه نزدیک بیش از یک ماه داره مرتکب میشه. اینکه کالاهای اسرائیلی رو مسلمان‌ها در دنیا تحریم کنن و نخرن، این از قبل هم، از سالها قبل هم در شبکه‌های اجتماعی ترویج میشد و به ویژه پس از حوادث 7 اکتبر بسیار در شبکه‌های اجتماعی این تبلیغ میشه. برندها و مارک‌ها و فروشگاه‌های مشهور رو مسلمان‌ها با یک انگیزه دفاع از مظلومیت مردم غزه ترویج میکنن که بایکوت بشه و خرید از اونجا صورت نگیره. ارتش اسرائیل هم با توجه به جنایات گسترده‌ای که در غزه مرتکب شده قطعا یک ارتش تروریستی هستش، بی تردید مجازات جمعی رو داره انجام میده. مجازات جمعی خودش یک
جنایت علیه بشریت هستش، جرائم جنگی محسوب میشه. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و مقام‌های سازمان ملل، مقام‌هایی که مسئول هستند در امور امدادرسانی، کشتار مردم بیدفاع غزه رو توسط ارتش اسرائیل جنایت جنگی دونستن. پس طبعاً شناختن ارتش اسرائیل به عنوان یک ارگان نظامی تروریستی یک تقاضایی است که فارغ از اینکه حالا ایران این رو مطرح میکنه یا هر کشور دیگه این مطرح میکنه، به نظر میرسه که معقول باشه و طبعا از سوی افکار عمومی مسلمان ها در دنیا این پذیرفته شده هستش، فارغ از اینکه دولت ها و نظام های سیاسی از این پیشنهاد چه طرحی و چه برنامه‌ریزی رو برای خودشون در نظر داشته باشند. بله آقای دکتر خاقانی، برخی تحلیلگران حماس یعنی سازمان آغازگر عملیات 7 اکتبر را به عنوان مقصر این بحران و جنگ می‌دونند و می‌گویند که اگر حماس حمله نکرده بود الان 11,000 قربانی غیر نظامی در غزه زنده بودند. نظر شما چیست؟ نظر بنده، اولا بنده به هیچ حزب اسلامی اعتقاد ندارم، ولی درباره حماس قضیه دیگری است، چون حماس و ملت غزه، فلسطینی‌های غزه میدونن که این از 75 سال تا کنون غزه در حصار اسرائیل و هر وقت که گذشت حصار بیشتر میشه و الان غزه را زیر دریا از یک طرف و دیوار از طرف دیگر و رصد و حرکت هر کسی که در غزه حرکت میکنه توسط اسرائیلی ها انجام میگیره. این سختی که اسرائیل برای فلسطینی ها ساخت غزه را به عنوان یک نمودار اصیل ملت غزه، حماس را به عنوان یک نمودار اصیل مردم غزه قرار داد. از این نظر میبایست یک کاری انجام بشود که مردم به حال مردم غزه که یعنی اجتماع بین المللی دنیا یه نگاهی به مردم غزه هم بکنه. این کاری که فلسطینی ها کردن من به نظر بنده کار بسیار عالی بود و میبایست میشد تا یه خورده جلب نظر کنه. امروز در لندن تظاهر کنندگان به 500,000 رسیدن، در حالی که فقط 200 نفر ضد تظاهر کنندگان تظاهر کردند. این 500,000 نفری که غزه به میدان انگلیس اوورد نشون میده که کاری که حماس انجام داد واقعا کاری که میبایست بشه شد، چون اگرچه من با حماس و با هرچی جنگی مخالفم، ولی چرا حلی اسرائیل برای حماس گذاشت؟ شاید حماس با این کاری که انجام داد دستی به دست اسرائیل داد و گفت که ما هم هستیم، یعنی فقط شما این کار را نکنیم. در مجمل اسرائیلی ها میخواستند که حماس را از صحنه حذف کنند تا بتوانند در مرحله بعدی که در برج سوم سال 2024 اجرا خواهد شد و عربستان سعودی و محمد بن سلمان به عنوان رهبران پیروز به نفع فلسطین و به نفع غزه وارد مصالحه با اسرائیل بشوند و در مقابل نشون دادن که دولت جمهوری اسلامی ایران نیست، با گرفتن بعضی از فواید و رفع حصار و رفع تحریم و این چیزا ممکنه که فقط زبانن و حرف فقط به اطراف بزنن. بله. از این نظر این جمع‌آوری رو اگر کردیم میبینیم کاری که حماس کرده به نفع همه تمام خواهد شد. درسته که بعضی از رهبران حماس کشته خواهند شد و حماس یه خورده دیر به میدان خواهد آمد، ولی در نتیجه بقیه کشورها از این بابت استفاده کردن. خیلی شباهت به جنگ اوکراین داره. همیشه مردم میشینن میگن مگر این روسیه به این قدرتمندی نمیتونه در یک روز اوکراین رو تموم کنه؟ بله، ولی اسلحه ها رو باید سوزوند، شرکت های اسلحه رو باید از نو به کار انداخت.
اینها باید بسوزن و از نو ساخته شوند و تجارت بین المللی، تجارت پولای اسلحه بازم به کار بیفته. ما احتیاج به چند تا زمین در هر چند ده ساله ای به سوخت و سوز و کشتن مردم و سوختن اسلحه برای ساختن اسلحه جدید است. بله. از این نظر حماس با این کاری که کرد به نفع همه، از جمله ایران و اسرائیل و آمریکا و حتی قضیه فلسطینی، این کارشو ادامه داد واقعا. بله. بله. به نفع همه تمام خواهد شد. آقای میردامادی، نقش عربستان سعودی و قطر را در این بحران چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا به دلیل روابط خوب این دو کشور با آمریکا و غرب امکان استفاده از نفوذ این دو کشور برای یافتن راه حل پایان جنگ وجود داره؟ ببینید، همونطور که به درستی آقای دکتر خوانی اشاره کردن، بالاخره دست کم پس از عملیات 7 اکتبر روند عادی سازی مناسبات دیپلماتیک اسرائیل با کشورهای عربی که در گذشته امارات و بحرین و سودان به اون پیوسته بودند، در گذشته های دورتر مراکش به اون پیوسته بود و دو وزیر اسرائیلی هم به عربستان سعودی سفر کرده بودند و پروازهای هواپیماهای اسرائیلی هم در عربستان به زمین میشستند و گفتگوها و زمین سازی های عادی سازی روابط با اسرائیل توسط واسطه ها و توسط مستقیم خود اسرائیل هم انجام شده بود، ولی بعد از 7 اکتبر همه اینها کنار زده شد. به نظر میرسه که مواضع آقای محمد بن سلمان هم در روزها و هفته های اول، در این حالی که انتظارات خیلی بیشتر از اونی بود که به میدان آمدن، ولی به نظر میرسه که اول اعلام کردن که این روند عادی سازی کنار گذاشته شده، در بعضی جاها از توقف و بعضی جاها از تعلیق نام بردن و بعضی جاها هم گفتن نه، مطلقاً کنار گذاشته شده. خب این خودش مسئله خیلی مهمیه که اگر سعودی به این روند امارات و بحرین میپیوست، خیلی برای دنیای اسلام ضرر بزرگی بود. و بعد تلاش هایی رو که عربستان سعودی انجام داد، به نظر میرسه که تا حدودی نسبت به اون روند محافظه‌کارانه‌ای که قبلا داشت متفاوت هستش، ولی هنوز تا سقف انتظاراتی که افکار عمومی دنیای اسلام دارن فاصله بسیار زیادی است. البته قطر موضعش متفاوت هستش. قطر به فرماندهان عالی رتبه حماس جا و مکان داده و شبکه الجزیره از گذشته های دور حامی فلسطین بوده و در زمینه دفاع از حقوق فلسطینی ها بسیار فعال هستش، ولی همزمان با آمریکا و غرب و اروپا هم روابط بسیار نزدیکی داره، سرمایه گذاری های بسیار زیادی در اروپا داره و بسیاری از برندها و شرکت های بزرگ رو در اروپا سهامشو قطر خریده. به نظر میرسه که اگر اراده ای وجود داشته باشه، که خیلی دور و بعید به نظر میرسه، ولی گام هایی تلاش کردن بردارن که افکار عمومی دنیای اسلام رو که اینقدر از سران عرب مایوس شدن به خودشون بازگردونن، ولی در کوتاه مدت چنین امیدواری به نظر نمیرسه. ممنون از توضیحات هر دوی شما. دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی از شهر مقدس کربلا، و سید سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار از فرانسه.